خیلی خوش آمده این. سلامت باشی لابد. یار بچم خیر ببینی. بعد از چند وقت ما و شما سنفی های قدیمی دور هم جمع شده. خیر بینی لالا. خواهش میکنم. دیگه دنیا امینه. دور هم جمع بشیم و بگیم و بخندیم. سبا دیدی اکی رفت برات کار. اما کاظم سنفی ما و شما یاد شما نه. کدوم کاظم؟ همون کاظم دستگاه سنفی ما و شما. همو که هر روز باکس یک نفر رو میزد. آه یاره عجب دزدی بود. اگه دیگه رو کیسه بر بودن او باکس بر بود. آه مراد. یک روز داخل باکس مکتب خود ساندویچی دیشتم. بعد میبینیم این نامرد ناجوان برفته ساندویچ از داخل باکس مکتب ما بالا کرده بود. همینطور پاک پاکیزه بخورده بود. نامرد حتی نکرده بود که این پوش ساندویچ بود برای داخل سر تاشقال. پس بگدیش بود داخل باکس. یک روز هم نامرد بوکس پنجه برسته باکس رو دزدی کرد. یاره برادرها. قدر دزدی کی بود اگه من به جای تو میبودم یک کورس آموزش کیسه بری میگذاشتم که امتا خوب درآمد میکردم. حالا که دزد بودن یا به کنار خیلی آدم خبرکش بود. مطلب بود کسی یک کاری بکنه که فرد کرده بره به اداره مکتب بگه. کار که یک خبر میداد میخی از خبر تیر کرده بود گزارش میداد. البته اگه زوری رو میکشید راپورتاج جور میکرد. یارو برادر از بس که دروغ میگفت بازو فکری تیار کرده بودن. میگفتن کاظم یک روز رو درد شده بوده بعد ایر ببردن پیش دکتر. دکتر شکم از ایر وا میکنه میبینه که اه ام یک رو در راست به شکم از ایر همه رو باید کچه. ایده چیزی بوده یار آدم حرام خورده بود. از او حرام خورتر من به زندگی ندیده بودم. از همه به چوب پول قرض کرده بود به ریش کدوم پس نداد. نه خب به قرض همیشه به عنوان کمک بلایوز نگاه میکرده. یعنی کلن به این عقیده نبود که قرض خود پس بده. یک روزه برای دفعه سوم از ما قرض گرفته بودن. گفتم بچم او دو دفعه دیگه که از ما قرض گرفته اونا پس بده. گفت اگه بچم شرمنده مار دکتر از قرض پس دادن پرز داده. گفته هوش کنه هیچ وقت به زندگی قرض پس ندی که به تو نقص داره. یاره خوب شد که دیگه رنگ همون آدم رو نمیبینم. گمش که بخی بعدم میامد ازم. خیر ببینی که امشه اور دعوت نکردی. راست میگه برو. خیر ببینی. بخی آدم ناشاخولیه. خیلی. حالا نگ داشتین که گپ بخوره ادامه بودم. بودم تا فیسبوک یکی نوشته کرده بود که ای بر اثر حادثه ترافیکی فوت کرده. راستی؟ فوت کرده؟ ها برو تا فیسبوک نوشته کرده بود. انا لله و انا الیه راجعون. چی میگی تو برو؟ ها برو. بر اثر حادثه ترافیکی فوت کرد. این راست میگی؟ این یه مکسی خدا بیامرز آخه چی بدبختی بود. تو سعی کن بزی جوانی خدایی حیف شد بدبخت. عجب به چه نازنینه. یعنی من همین تو آدم نازنینه به زندگی خونه دیده بودم. جوره خور ندیشی بچه جوره خور ندیش. ما آدم که هیچ وقت از این آدم بدی ندیدم. یعنی یک روپی هرون به شکم یه آدم به عمر تا نرفته. خیلی آدم شریف بود. یعنی آنقدر یه آدم شریف بود که یک روزی خدا بیامرز استاد کردم پرسیدم که تو این همه شرافت از کجا آوردی آخه؟ هی فی جوانی. باور کنیم به تمام طول مدتی که با چم سنفی ما شما بود هم یک کلمه دروغ نگفت. از آخر گفتم کاظم جان ببین تمام عمر خو بر یک دفعه که شده به زندگی خو یک دروغ بگو که ببینم بلدی یا نه. گفت اگه نمیشه لالا شرمنده ما گلومه به دروغ گفتن حساسیت داره. وقتی که ما این دروغ بگم را گلومه بسته میشه. واقعا هم که گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است. میچیند گلی که با عالم عتیقه است. ای کاظم رفق ما و شما واقعا که عتیقه بود. به رفاقت و عیاری و جوانمردی جوره ندیش جوره. همین پیشتر برای مسیج دادم تسلیت گفتم. به کی مسیج دادی؟ به همین کاظم دیگه. تو نفره که فوت کرده مسیج دادی و مرگ و تسلیت گفتی. ها برار مسیج دادم گفتم خدا تور بیامرزه مرگ آخر تو باشه. یاری هوشیاری بودی تو هم. جواب مسیج تور بداد یا مسیج تور بخوان جواب نداد. همه جواب داد. پیام صوتی ری کرده. یعنی از تا قبل چی رقم پیام صوتی ری کرده؟ یعنی به تا قبل اینترنت هم آنتن میده. پخش کن بوشتم که چی گفته. ایکو زندیه. یعنی دروغ گفتن که این مرده. لا حول ولا از دست این مردم شایعه ساز. میچل غزر میشناسم. ای کاظم مگه جون به اسرائیل میده.
من پیشتر به شما بگفتم که یادمم یک رو درست بشه کم از اینیه. حالا که من دروغ خبر مرگ خور پخش کرده. حالا دم به هم میخوره دست ازیت آدم ها. مردی که دروغگو. حتمی باز کلا یک نفر برداشته. به دروغ به فیسبوک شایع کرده که من بمردم. که باز اون نفر نه برد پولا خو. من یادم لاشخوره میشناسم. یعنی به حرامزادگی و چلبزی جوره نداره ای بچه. از یادم چتلتر من به زندگی خونه دیده بودم. یاره بارا خوب شد که همین شب او به جمع آنیه. اگر ما آدم نمیستادم میرفتم برات کار. راست مگه بارا. بچم برو یک چای خوب بیار. گلوم خوش شد از بس که بحث علمی کرده. برو یک چای بیار. برو. باشه چشم.